روشنی درونی، روشنی دل و جان. آرمه ایتی و راست منی آتش شده، دست به دست میرهم سلسله آزادگان. دور تو چرخ میزنم با دلی پر زهیما، آتش جشن زده در دل خود برخورد. راستی از آزرنگ شب شده مانند روز، همیشه با فر و داد پیروز باشی پیروز. حتما تا حالا دیگه حکایت سفر مفتزهانه رئیسی به روسیه رو شنیدید و تصاویر و فیلم های اون رو هم دیدید. این سفر علاوه بر رسوایی برای حکومت، بر دعواهای درون نظام هم اضافه کرد و آخوندهای حکومتی رو مجبور به موضع گرفتن کرد. این هفته در خدمت آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران، به این موضوع میپردازیم و جواب به این سوالات که اصولا رئیسی چه اهدافی برای سفر به روسیه داشت، برخورد پوتین با رئیسی در عالم سیاست چه معنایی داره و اینکه چرا رژیم نیاز به رابطه با روسیه و چین داره. آقای پاکنژاد عزیز سلام و با تشکر از حضورتون در رادیو ایراوا. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم. خواهش میکنم. آقای پاکنژاد، بحث امروز ما در رابطه با سفر رئیسی است که واقعا کمتر از جوک نیست. سوال اولم اینه که رئیسی از سفر به روسیه چه اهدافی داشت؟ اون چیزی که همه مقامات مختلف رژیم از بالاشون تا پایینشون میگن، صحبت از اهداف به اصطلاح راهبردی با روسیه میکنن و میگن که این سفر هم مربوط به همین بوده، هدف این سفر راهبردی بوده. محور اون طبیعتاً بستن یه قرارداد 20 ساله تجاری سیاسیه که اونا میگن که تا الان از طرف روسیه جدی گرفته نشده، یا اگه گرفته شده چون معلوم نیست که چیه مخفی میکنن، هنوز چیزی ازش در نیومده، ولی تو این سفر همچه چیزی امضا نشده، یعنی برخلاف اون تبلیغاتی که میکنن همچه چیزی تا حالا امضا نشده بین رئیسی پوتین روسیه و ایران. اینم به این دلیله که روسیه یه رژیم مختزر جلوش هست که میتونه سوارش بشه، میتونه از بالا باش برخورد کنه و بنابراین خیلی جدیش نمیگیره. این تو این سفر دو روزه برخورد اونو با رئیسی این برداشت رو نشون نداد که روسیه تمایل داره به چی؟ جدی گرفتن این قضیه فعلا. کاملا از بالا برخورد کردن. معلوم شد که روسیه و رئیس جمهورش دید راهبردی و استراتژیک نسبت به این رابطه ندارن، هیچ وقت هم نداشته رابطه با ایران، ولی به طور مشخص اینجوری نشون داد که دید راهبردی و استراتژیک نداره و بیشتر تاکتیکیه. بعضی از مقامات رژیم هم به این اعتراف کردن که روسیه حتی در زمان تحریم در فروش نفت با این رژیم حتی با تخفیف ویژه هم همکاری نکرده. وقتی پیشنهاد دادن که تخفیف ویژه به روسیه بدن، باز هم همکاری نکرده با رژیم در اون زمانی که تحریم بوده نفت. در موضوع سوریه هم در مقابل اون ضرباتی که اسرائیل به نیروهای رژیم میزنه، روسیه هیچ عکس العملی نشون نداده و حتی اینجوری که خود مقامات رژیم اعتراف میکنن، مانع شده که دفاع ضد هوایی سوریه که با موشک‌های پدافندی S-300 که مال روسیه است با اونا میخواستن جواب این هواپیما رو بدن، این اجازه رو نداده که حتی دفاع ضد هوایی سوریه بره با هواپیمای اسرائیل برخورد کنه. اینا نشون میده که برای اونا دید راهبردی وجود نداره. واقعیتش اینه. چنین تصوری هم برای آینده در بین مقامات و کارشناسان مستقل یا حتی در درون خود رژیم شکل نگرفتن. مثلا در رابطه راهبردی باید یه پایه‌های محکم و استوار در زمینه مناسبات بین‌المللی، سیاست‌های منطقه‌ای وجود داشته باشه که بین این دو کشور وجود نداره. مثلا رابطه همین که عرض کردم خدمتتون، رابطه این دو کشور با اسرائیل از بنیاد با هم متفاوت و این طبیعتاً مانع شکل‌گیری یک رابطه راهبردی حتی در منطقه خاورمیانه میشه. مثالا زیادن در این مورد که میشه زد. بله. آقای پاکنژاد، رئیسی تو ملاقاتش با پوتین گفته ما میخواهیم روابط ما با روسیه قوی و همه جانبه باشه. شما اشاره کردید و گفته که روابط دائمی و راهبردیه این روابط. سوال اصلی این است که چرا نظام آخوندها نیاز داره به یک روابط همه جانبه و قوی با روسیه کمونیست؟ آخوندها معمولا به کمونیست ها میگن نجس هستن.
این در یک دید کلی اگه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله، یعنی از نظر تاریخی، خب یه روابط بین دو کشور بوده همیشه در گذشته که از زاویه منافع خودشون به یه رابطه فیما بین بوده و نگاه میکردن به این، سیاست های خودشون رو تنظیم میکردن که محور اصلیش هم مسئله امنیت بوده، یعنی امنیت اصل موضوع بوده تو این روابط برای هر دو کشور، ایران و اون زمان شوروی، بعدش هم روسیه، که خودش رو تو ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نشون میداده در گذشته. اما روسیه هیچ وقت حتی تو پیمان‌های دوستی که با ایران بسته هیچ وقت به ایران به چشم متحد نگاه نکرده، یعنی هیچ وقت اونو متحد خودش نمیدونسته، اونها رو وسیله‌ای برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش و جهانیش کرده که این در حال حاضر این روابط بیشتر از یک نیاز سیاسی حکایت داره که رژیم آخونده و همینطور نظام روسیه رو به هم نزدیک کرده. فکر میکنم سوال شما مربوط به وضعیت امروز رژیمه. بله. نیاز مبرمی که به این رابطه به هر قیمت داره، اگه اشتباه نکنم. به هر حال نظام آخونده الان در یک ضعف مطلق قرار داره، چه از زاویه داخلی، چه درونی و چه بین المللی. از بر صبر مردم لبریز شده، خطر بسیار جدیه برای موجودیتش، خطر جدی برای موجودیتش وجود اومده از طرف مردم. در درون خودش هم خب دیدیم دیگه، جراحی های زیادی کرده، بسیار مشکل داره حتی با باند یه دست خودش. در عرصه بین‌المللی هم که به شدت زیر ضرب دوستان مماشاتگرشه، تا دست از بمب‌سازی و زیاده‌خواهی منطقه‌ای و سلاح کشتار جمعی اینا برداره. تو چنین وضعیتی طبیعتاً از تضاد بین، یعنی خیلی مشخصه که رژیم فکر میکنه از تضاد بین روسیه و غرب که در حال حاضر حادتر هم شده سر مسئله اوکراین، میخواد استفاده کنه. پیامی هم که به غربی ها از این کارش میخواد بده اینه که اگه شما به من باج ندید، من این امکان رو دارم که برم با کشورهایی مثل روسیه و چین که در جبهه مقابل شما هستن معامله کنم و در کمپ اونا قرار بگیرم، که به نظر میرسه این اصل موضوع امروز در حرکت رژیم به سمت روسیه است. یعنی امروز به طور تاکتیکی اگه بخوایم حساب کنیم یه همچه منظوری داریم. یعنی میشه گفت این دو تا کشور، یعنی روسیه و رژیم حاکم بر ایران، اینها به طور خاص تو عادی سازی روابطشون با امریکا و اروپا دچار مشکلن، مشکلاتشون هم جدی هست و از رو اجبار به هم نزدیک میشن. اینم بنا به شواهد مختلف روسیه با فاصله زیاد دست بالا رو داره و رژیم مستعصل رو به بازی گرفته. روسیه بارها هم گفته میخواد سهم کشورش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که عضو دائم شورای امنیت هم هست در اون چیزی که بهش میگن مدیریت مسائل بین المللی، اینو به امریکا و غرب تحمیل کنه، رسمیت بده به این کار، یعنی اونا به اون چیزی که هست بشناسندش. رژیم هم عمدتا میخواد امریکا و غرب موقعیت اونو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به رسمیت بشناسن، اما نه قدرت تهاجمی لازمو داره یه همچه چیزی رو به دست بیاره و نه یه رژیم منطقی و قابل اعتماد در روابط بین الملل که بشه روش حساب کرد. یعنی رژیم غالبا از موضع ضعف با اعمال تروریستی و گروگانگیری در مقابل امریکا و اروپا قرار گرفته که با روسیه بسیار متفاوته و روسیه همینه میدونه و به رژیم زیاد اهمیت نمیده در این مورد. سفر رئیسی آقای پاکنژاد همونطور که خودتونم میدونید افتضاحات خیلی زیادی داشت، خیلی بدون برنامه ریزی شده و واقعا خیلی به قول کوچه بازاری ها قاراش میش بود. اول اینکه استقبال یا عدم استقبال از رئیسی از طرف مقامات بلندپایه روسیه زمان ورودش به مسکو بود، و دوم اینکه فاصله زیادی که بین پوتین و رئیسی سر میز تو اتاق مشخص گرفته بودن، فاصله شون خیلی زیاد بود، اصلا پوتین نزدیک به رئیسی نشد، در حال مذاکره آدامس میجوید آقای پوتین. این حرکات و این رفتار تو عالم سیاست و دیپلماسی چه معنایی داره آقای پاک نژاد؟ ببینید، رعایت نکردن عرف دیپلماتیک در روابط سیاسی از طرف رئیس جمهور روسیه به طور خاص چنان ایام بود که همه ناظران رو غافلگیر کرد، یعنی اینقدر اونجور که شما بگید افتضاح بود که بله. همه غافلگیر شده بودن که سطح تحقیق این بشر از طرف رئیس جمهور روسیه واقعا قابل تعریف برای خیلی ها تو عرف دیپلماتیک که میگید برای روابط سیاسی نبود. این وضعیت رقتبار این جلاد 67 از اون زمانی که از هواپیما پیدا شد تا اون چیزی که شما بگید فاصله که بین اون گذاشته بودن، حتی نیومد دم کاخ از اون
استقبال استقبال کنه. بکنه. بله. برای اولین بار بود با دیگران این کارا رو کرده بود و خیلی از نزدیک و اینا همه مورد تمسخر بسیاری از مطبوعات و ناظران سیاسی بود که اونو بی سابقه هم میگفتن، عنوان میکردن. خبرگزاری فارس برای توجیه این کار همه دستگاه رژیم کوک شده که توجیه کنن این حرکات، چون مردم خیلی ازش صحبت میکنن به تمسخر و همه جا هم منتشر. خبرگزاری فارس برای توجیه ملات خیلی خوب شده برای پیک شادی. دقیقاً دقیقاً همه جا دارن مسخرش میکنن. این میگم خبرگزاری فارس اومده توجیه کنه. در مورد توجیه این نوشته که دولت ایران از قبل از پوتین تقاضا کرده بود که به خاطر کرونا به رئیسی نزدیک نشه. این جمله دقیق خبرگزاری فارس. دولت رئیسی درخواست کرده که به رئیس جمهورش نزدیک نشه. یا وزیر خارجه‌اش میگه که این وزیر خارجه آقون امیر عبداللهیان، آره عبداللهیان، گفته که پوتین در این ملاقات چنان تحت تأثیر ابهت رئیسی قرار گرفته بود که کروات خودش رو جابجا میکرد. یا یکی دیگه گفته بود که پوتین بسیار استرس داشت و از طرز نشستنش اینو نشون داد. اما هیچ کدوم از اینا این چیزی که شما گفتید با آدامس جویدن پوتین در این ملاقات که اوجه تغییر مردن این رئیسی بوده اشاره نکردن. یا جالبتر عضو کمیسیون امنیت ملی رژیم گفته که پوتین در جواب سلام رئیسی گفته علیکم السلام. بله. و اینو دستاورد حساب کرده. یا مثلا گفتن که رفته اونجا تو کرملین نماز خونده برابر این کرملین تبدیل شد به فلان. یا مثلا این جمله رئیسی رو که از رو آدم نمیدونه، مثلا عرف این چیزی که شما میگید عرف دیپلماتیک یا رابط سیاسی، واقعا خود این رئیسی نیست، آدم خیلی بی سوادیه، این چیز رو هم نمیدونه. مثلا رفته اونجا به رئیس جمهور اونجا میگه من در خدمت شما هستم. این اومدن ترجمه کردن گفتن، خودم از که کرملین هم این ویدئوشو گذاشته. این جواب تحقیرآمیز پوتین هم کلی مشکل تو رژیم ایجاد کرده و خیلی از این حرفا. در هر حال این سفر هم اونطوری که گفتم با احضار رئیسی، یعنی میشه اینجوری گفت که رئیسی رو احضار کرده پوتین، هدفش نشون دادن قدرت روسیه در تحمیل نظراتش به این رژیمه. تو این مقطع خاص تو عالم سیاست و دیپلماسی هم چنین معنی مطرح شده، یعنی اینو گفتن چون الان یه مذاکراتی هست و اینجا همه میگن که روسیه داره از طرف رژیم صحبت میکنه و توافق میکنه و به همه تحمیل میکنه، یعنی حداقل به خود رژیم تحمیل میکنه و اینو همه جا دارن مطرح میکنن که این سفر نشانی خیلی روشنی بوده از این که کی اربابه و کی به اصطلاح نوکر و خدمتگزار. درست. نمیدونم، ولی شاید به خاطر که رئیسی ماسک هم نزده بود ممکنه پوتین به خاطر هم زیاد بهش نزدیک نشده. ویروس کرونا در موارد مشابه اصلا اینجوری نبود، خیلی چیزا گذاشتن رو اینترنت، دیدی دیگه همه ملاقاتاشو از نزدیک اومده دست داده. بله. اصلا مسئله حتی دو روز قبلش با معاون خودش یه خانمی در یک زمینه نشستن با فاصله بسیار کم دارن با هم صحبت میکنن، حرف میزنن، این حرفا. با تمام اون رئیس جمهورایی که رفتن هیچ وقت این کارو نکرده. اینا رو با تاریخ و تصویر و ویدئو و اینا همه روی اینترنت هست، همه میتونن ببینن. دقیقاً دقیقاً. البته یک افتضاح دیگه هم بود وقتی که رئیسی داشت از کاخ کرملین خارج میشد که مثل که رئیسی زودتر از راننده ماشینش اومده بود دم در و میدویدن دنبال راننده پیداش کنن بیاد رئیسی رو ببر فرودگاه. ولی آقای پاکنژاد، معمولا وقتی که شما شرکت که هیچ توافق صورت نگرفته بین این دو کشور، حتی پیمان نامه اصلا معلوم نیست موافقت کردن نکردن، هیچ گونه کنفرانس خبری هم موقعی که رئیسی در روسیه بود انجام نگرفت، آیا این معمول هست یا یعنی اینکه خبری هست پشت صحنه؟ به هیچ وجه. من گفتم اصلا این سفر به دعوت پوتین بوده دیگه. پوتین اومده گفته بیا اینجا و بعدش هم گوشش رو گشیده. یعنی بردن اونجا، حالا شما دیدید دیگه، مثلا اومدن یه چیز هم بهش دادن تو این برخوردهایی که کردن باش، هیچ گونه، حالا من اگر فرصت باشه بعدا اینا رو صحبت میکنم، ولی در این مورد خاص رفتن بردنش یه دکترا هم بهش دادن، یه کاغذی هم بهش دادن که بهش حالی کنن که آقا جو تو آدم بی سوادی هستی، از لطف ما دارای دکترا هم میشه.
حالا ما میخندیم ولی واقعا این موضوعات جدی هست. کشوری که با این همه مشکل روبرو هست و نیاز داره که روابط خودش رو حداقل با به قول خودشون متحدان و خودشون نرمال جلوه بدن، ولی باز فضاحت پشت فضاحت انجام میگیره. واقعا خیلی دردناکه، یعنی تصویر دردناکی داره میده از شرایط کشور ما که اینها حاکم هستن بر مردم ما. آقای پاکنژاد، یادتون هست حتما خودتون بودین تو اون زمان ها که خمینی همیشه شعار میداد نه شرقی نه غربی، یعنی شعار اصلیش این بود که با این وسیله هم داخل رو سرکوب میکرد و هم به قول خودش اسلامش رو به کشورهای منطقه صادر میکرد. حالا چرا خامنه ای برای برقراری ارتباط با روسیه و چین و این دو کشور که کمونیستن از نگاه آخوندی نجس شمرده میشن، سیاست نگاهی به شرق رو علم کرده؟ چه دلیلی داره؟ خب مسلماً این از نیازشونه. اینا همیشه میگن دیگه، میگن ما یه شعاری میدیم ولی وقتی اون شعار به دردمون نخوره یا به نفعمون نباشه عوضش میکنیم. همه جوره این آخوندها هستن. ولی این موضوع رو، نگاه به شرق رو، خامنه‌ای چند ماه پیش مطرح کرد. یه جلسه داشت با به اصطلاح نخبگان کشور. اونجا بهشون گفت که ضرورت داره که ما ارتباط علمیمون رو با کشورهایی که در مسیر رشد هستن، اونم رشد سریع، رشد جهشی، که اینا عمدتا هم در آسیا هستن، باید با اینا رابطه برقرار کنیم. نگاهمون به شرق باشه و نه به غرب. علمشون هم منظورش هم علم اتمیه یا علوم دیگر منظورشه؟ خب دیگه، حالا اینایی که نخبگان کشور بودن در زمینهای مختلف لابد کار میکردن، ولی این چیزی که این داره میگه بیشتر منظورش همون چین و روسیه است. یعنی وقتی میگه در آسیا هستن این کشورها، منظورش بعدن هم خودش میگه، میگه که نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن، کوچک شدن فایده ای نداره. اینا ترمایی که خودش به کار برده، یعنی تو حرفش. البته این حرفو بیشتر تحت تاثیر این مذاکرات هستی با کشورهای غربی برای حفظ اون چیزی که میگن توافق برجام بوده، که نشون میده خامنه‌ای خیلی نگرانه و هم ناامیده. تو این 40 سال تمام سرمایش بود و نبودش از سیاست مماشات حاصل شده. با این سیاست مماشاتی که این همه بهش کمک کردن حاصل شده، الان با عرصه‌ای متفاوت روبروه. ازش میخوان که تسلیم بشه. این چیزی که میگن تسلیم به خواستای غرب برای خامنه‌ای واقعا معنی مگدارین. خودش بارها گفته امیدش بیشتر به شرق در رابطه با چیز هم. این امیدی که میگه نگاه به شرق، امیدش اینه که این سد تحریم‌های مختلفی که گلوش رو گرفته اینا رو بشکنه، چون به شدت بهش فشار میاره، مردم رو در مقابلش قرار داده و همه هم اینه میدونه. کل موضوعی که خامنه‌ای یا مثلا اون ولایتی هست در این مورد مطرح میکنن، فرصت هایی که بالقوه در ایجاد رابطه اقتصادی با چین میبینن. فکر میکنن چین کشور بزرگیه، میتونه با اونا تحریم های بیشتری رو در زمینه نفت دور بزنه. به همکاری با چین در این مورد امیدوارن، که البته بی ربط هم نیست و چین در این مورد کمک زیادی به رژیم میکنه. البته اینا باید تاکید کرد که چین برای منافع اقتصادی خودش در پی ایجاد یک قرارداد 25 ساله است که میگن اجرایی شده. خب از چند پیش اجرایی شده، ولی امروز که چهارشنبه باشه من دیدم که قالیباف در مقابل سوالی که نماینده ازش کرده بودن که این چه قراردادی که ما خبر نداریم، گفته بود از نظر حقوقی هیچ قراردادی بسته نشده، هیچ قراردادی امضا نشده، و اگه میشد طبیعتا از نظر حقوقی باید میومدیم به شما میگفتیم و میگیم. یعنی اینجوری توجیه کرده. خب از مفادش هم که اطلاعی در دست نیست، اما در اساس چیه؟ حراج منابع و اموال مردم توسط این رژیم به چینه که در حال انجام. اون چیزی که الان رژیم میخواد یا طلب میکنه و به خاطر اون به هر خیانتی دست میزنه، به دست آوردن پوله. اونم برای حفظ موقعیت منطقه ایشه که به شدت به خطر افتاده. شما اشاره کردید که سفر رئیسی دستاوردی برای رژیم نداشته، میتونید بیشتر تو این رابطه توضیح بدین برامون یکم روشن‌تر کنی؟ همطور که عرض کردم تا حالا این سند راهبردی که امضا نشده. طبق گفته مقامات رژیم قرارم نبوده که، همطور عرض کردم، که امضا بشه تو این سفر. اما تمام تبلیغات اونا رو این استواره که البته دیدیم برخوردی که پوتین با رئیسی کرد، اینا رو همه رو به هم زده این تبلیغات. میشه گفت که سفر رئیسی یک نمایش رسوا بوده که هیچ گونه دستاورد جدی هم به امر نداشته و پوتین هم اجازه نداده که حتی اینا به شکل تبلیغاتی بتونن ازش سوء استفاده بکنن. یعنی
در مراحل بعدی هم دیدار با مقامات مختلف روسیه هم حاصل عملی نداشته، بیشتر پروتکلی بوده. اینجا اگه اجازه بدید من یک نمونه‌ای دارم از همشهری آنلاین. بله بفرمایید. همشهری آنلاین 8 تا هدف راهبردی رو برای این سفر ردیف کرده. حالا خودشون میگن که این یک سفر راهبردی بوده، همچون که عرض کردم، درست؟ حالا این همشهری آنلاین اومده 8 تا هدف راهبردی رو تو یک سفر راهبردی ردیف کرد. میگه که مثلا یکیش اینه که داشتن پشتوانه در به دست آوردن توافق یا عدم توافق با 4+1، این یکیشه. یعنی برن رو اون حساب کنن اگر توافق بشه چه بشه چه نشه. دوم، مسیر همکاری بین دو کشور فارغ از مذاکرات جاری. یعنی در این حال که اونجا اینه میگه، اینه درست عکسشو میگه. یه این رابطه ادامه پیدا بکنه فارغ از این مذاکراتی که هست. سوم، خیلی مسخره است، تلاش برای تدوین سند همکاری راهبردی. تلاش هم کرده یک. چهارمش، پیشنهاد این سفر به روسیه. که میگه اینه، ما پیشنهاد کردیم به روسیه و بهش چیز کردیم که با همکاری دستگاه سیاسی، حقوقی، نظامی و امنیت رژیم تنظیم شده و آماده است. چرا این حرفو میزنن؟ پیشنهاد این سفر به روسیه با این پشتوانه به اصطلاح، یعنی بگن همه باندای رژیم، همه دستگاه‌های مهم به رژیم با این موافقن که روسیه رو مطمئن بکنن بیاد این امضا بکنه. بله. حالا پنجمش اینه، تأکید کرده که این سند پنهانی نیست، قراره و قرار مفاد همکاری‌های اقتصادی که به اون سند قبلی همکاری امنیتی که بین دو تا کشور بوده اضافه بشه. یعنی یه سندی دارن اینا قبلا امضا کردن در زمینه همکاری‌های امنیتی، خب اینو به اون ربط دادن. یعنی میگن اینم چون اون مشخصه که چیه، امنیتیه، اینم میگن پنهانی نیست، اینم میخواد به اون اضافه کنیم. حالا ششمی میگن چشمانداز افزایش مبادلات تجاری تا مرز 10 میلیارد دلار. باز چشمانداز، خبری از چیز نیست، از عمل نیست. هفتم، ابعاد دفاعی و امنیتی هم در این سند 20 ساله وجود داره که رژیم سعی میکنه در این موارد استفاده بکنه. یعنی چی؟ هم به چیز میگن، هم در زمین دفاعی هم در زمین امنیتی ما از تو میخوایم که از ما حمایت. هشتم هم میگه چون چین داره زودتر از پیشبینی ها به جایگاه اول اقتصادی دنیا نزدیک میشه، قدرت و رقابت در سمت شرق امری واقعیه که رژیم برای اون آماده است. یعنی اطمینان میدن به روسیه که چین داره از جلو میزنه، ما حاضریم به تو کمک کنیم. مثلا با همه اینها در رابطه با این چیزی که فرمودید دستاورد، خیلی روشن و واضحه که هیچ دستاوردی نداشته. مثلا وقتی رژیمی ها از گسترش روابط سیاسی اقتصادی صحبت میکنن، همش میگن قرار شد، بنا شد، این بشه اون بشه. در حوزه بالادستی نفت و گاز و ترانزیت، در حوزه نیروگاهی که البته خط اعتباریش 5 میلیارد دلار بوده که چند سال پیش تصویب شده و تا حالا کند پیش رفته، حالا قرار شده سرعت بگیره. اینو دستاورد حساب میکنه. رئیسی هم خودش وقتی اومد برگشت گفت مقرر شد در گام اول 10 میلیارد دلار صد تجارت دو کشور ارتقا پیدا کنه. ظرفیت‌های کشاورزی و مبادلات کشاورزی اینا در سطح بالا توسعه پیدا کنه. و از این حرفا که همش نسی است. خیلی در مورد بحثایی که در رابطه با مذاکرات وین بوده صحبت میکنن. همین مذاکرات وین. خیلی میگن، مقامات میگن که خیلی در این مورد صحبت شده و اینا، حالا معلوم نیست چه ساعتی کجا چی. میگن روسیه در این بحث هم خیلی فعال بوده و دو دلیل هم براش میاد. یکی این که رژیم و امریکا مستقیم صحبت نمی کنن و دومی اینه که امریکا از روسیه خواسته در این مورد واضحه بشه. اینا رو میگن بحث. البته نمیگن که این بحث چی بوده که به روشنی حکایت از این داره که روسیه خیلی فشار میاره رو رژیم برای که بپذیره خواستای غرب و در این مذاکرات. پس دستاورد به معنی اقتصادی اینجا نقد نبوده، اصولا هدف هم در این مقطع این چیزا نبوده که نقد باشه، صرفا یک نمایش برای اهداف سیاسی از هر دو طرف بوده که تو این نمایش هم با توجه به افتضاحاتی که عرض کردم و شما هم به خوبی گفتید، چیزی نصیب رئیسی نشده، دست از پا دراستر به کشور برگشته.
البته ناگفته نمونه آقای پاک نژاد، رئیسی 5 بهمن گفتگوی تلویزیونی داشته و تو این مصاحبه میگه که بعد از دیدار من آقای لاوروف به آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ما گفته بودند که بلافاصله آقای پوتین وزرا را مأموریت داد که سریع در واقع تصمیماتی که ما و رئیس جمهور ایران گرفتیم باید اجرایی بشن. خب اینو کی گفته؟ شاهدش کیه؟ رئیس. آره دیگه. شاهدش بکنم اون راننده است که دیر اومده ببرتش. نه اینا وقتی این حرفا رو میزنن که بدیدن به وزرا گفته که فلان فلان خالد خوب. که همش تبلیغات در همون جوفون تبلیغات که عرض کردم. بله و واقعا نشون میده که چقدر بی سوادن، چون حالا درسته پوتین هم آدم دموکراتی نیست ولی به هر حال اونا هم یک پروسه حقوقی دارن، پروسه دولتی دارن که باید مشورت بکنن با هم دیگه. بالاخره اینجوری نیست که مثل خامنه ای دستور بده از روی صندلیش در کاخ جمهور. آقای پاک نژاد، یک اشارت شما کردید به واکنش های درون رژیم نسبت به این سفر. آیا این سفر فکر میکنید بحران های جدیدتری برای رژیم به وجود آورده؟ چگونه ارزیابی کردن که خلاصه سفر رئیسی به روسیه رو؟ عرض کردم تمام تلاش های مقامات سیاسی و مطبوعاتی رژیم که وابسته به ولی فقیه هم، چون دیگرانی هم هست، اینا گفتن که این سفر مهمه و با دستاوردهای زیاد همراه بوده، میخواستن این نشون بدن. مطبوعات جنای مغلوبشون هم با ترس و لرز کل این دیدگاه نگاه به شرق رو که گفتید این زیر سوال بردن، برای چیزشون هم حاشیه های این سفر رو برجسته کردن، همین چیزایی که الان صحبت کردیم. بله. طرفداران رابطه با غرب حرفشون همیشه و الان هم اینه که نمیشه به روسیه اعتماد کرد. صلاح کار اینه که در مقابل غرب تسلیم بشن، فشارهای تحریمی و سیاسی به این وسیله کم بشه. اما خامنه‌ای و باندش میگن نه، این معنیش مرگ رژیمه، برای اینکه به اینجا خط نمیشه و فشارهای غرب در زمینهای دیگه شروع میشه و ما طاقت و توان مقابله با اونا رو نداریم. بنابراین باید همین موضوع رو حفظ کنیم و تلاش بکنیم که کارمون رو پیش بریم. همه این موازه چه از باندهای داخلی که میبینیم، همش بدون استثناء از دیدن خطر سرنگونی توسط مردم میترسن، این در همه باندهاشون مشترکه. صحبت از خطر مردم میکنن که طبیعتاً مردم و مقاومت ایران، یعنی الان دارن میبینن که چقدر این قیام ها سمت و سو پیدا میکنه به طرف سرنگونی این رژیم، و خیلی خوب هم میبینن که چه کسایی پشت این هستن و چه کسایی اینو دارن هدایت میکنن، این چیزا رو دارن هدایت میکنن و کاری هم دستشون بر نمیاد، یه داره دستگیر میکنن، زندانی میکنن، حتی اعدام میکنن، ولی باز هم میبینن که هیچ کاری نمیتونن. هر اقدامی که رژیم انجام میده در این مقطع موفق به راهگشایی نمیشه و این چیکار میکنه؟ این ترسشون رو بیشتر میکنه. عکس العمل های ناشی از این ترسشون هم هست که خودش رو تو قالب اظهار نظرهای اونا نشون میده در موارد مختلف. مثلا در رابطه با همین نگاه به شرق و عمل کرده روسیه که اون امتیاز آنچنانی به رژیم نمیده، این تضاد ها حادتر هم میشه بینشون. برای همین هست که باند مغلوب این سفر پرحاشیه رئیسی به مسکو رو در حد البته حفظ خود قرمز نظام مطرح میکنه و بیشتر به نسیه بودن وعده ها اشاره میکنه. خب با توجه به اینکه مذاکرات اتمی در وین همچنان برقرار هست و طرف مقابل، طرف غرب، همیشه میگه که ما داریم به بنبست میرسیم و رژیم هم خب میخواد هرچه سریعتر بمب اتمش رو بسازه، سفر رئیسی به روسیه آیا نقشی بازی میکنه این وسط آقای پاک نژاد؟ ببینید این مقامات رژیم میخوان بگن که در این مورد صحبت شده. دیدید که میگن که آره در این مورد بسیار صحبت شده، ولی محتوایی که صحبتی که مطرح میکنن در جنب این حرفشون یا این ادعاشون، فقط میگن در مورد همون دو مورد که یکیش امریکا ازش خواسته که روسیه اینجا نمیدونم چیز بشه، نقش واسطه رو بازی بکنه. یکی هم این که روسیه داره این کارو پیش میبره و همشون هم دارن میگن که حداقل در این سفر دستاوردی در این زمینه مذاکرات اتمی برای رژیم نبوده، اصلا صحبتش هم نبوده. روسیه بنا به منافع خودش سعی میکنه دو طرف رو، آمریکا و رژیم رو، به مواضع خودش نزدیک کنه، نقش خودش رو تو این مذاکرات تعیین کننده نشون بده. حرفای این نماینده روسیه رو دیدید دیگه. بله. همیشه میاد اون صحبت میکنه، همیشه میگه اوضاع خوبه، خوب داره پیش میره. چرا بعدش هم صحبت از یه به اصطلاح توافق موقت میکنن،
که این ور اونور میگن نه، ولی خب نگفتن اینا بیشتر تاکتیکیه تا چیز، چون رژیم کامل میخواد تحریم همش برداشته بشه. آمریکا هم از اونور چون نمیتونه این کارا رو بکنه با یک همچی چیزای بینابینی فعلا میگن نه. ولی یه چیزی که اینجا باز هم اینا مطرح میکنه اینه که نقش بازی کرده. حالا هم دیدیم مذاکرات روسی با آمریکا روی میز دو نفر است که تو درون رژیم این اعتراضات دامن زده که روسی از طرف نظام میره صحبت میکنه و اینجوری منافع ملی ایران و اینا رو به حراج گذاشته و از این حرفا. عکساش هم دیدیم، فیلماش هم. به نظر من این سفر نمیتونه ربطی به مذاکرات اتمی تو ایران داشته باشه. پوتین تو مسائل استراتژیک تو این مورد با رئیسی نه مذاکره میکنه و نه بحث، برای اینکه اون فقط خامنه ای رو نفر اول رژیم میدونه و در حد خودش. وقتی رفت ایران و با اون ملاقات کرد اینا رو ما دیدیم، اونم از موضع بالا تازه، یعنی میگه خامنه ایه که تصمیم میگیره برای رئیسی، نمیدونم. یا همین قالیباف، یادتون هست چند وقت پیش قالیباف حتی رفت، بله اصلا افتضاح، بله با پیام خامنه ای رفت، ولی پوتین حاضر نشد اصلا بپذیرتش، پیام داد به رئیس مجلس که بوم بده. یعنی میخوام بگم که رفتار پوتین و روسیه اینه که میگه آقا جون ما نفر اولیم، بنابراین اگرم چیزی هست با نفر اولتون، یعنی خامنه ای، اینا دیگه چیزی نیستن. و اگر اومدید مثلا رئیسی بیاد یا قالیباف بیاد یا کسی در این حد بیاد، باید بره با مقامات همردیف خودش تو دستگاه روسیه با اونا صحبت بکنه. بنابراین در مورد مذاکرات اگه صحبتی باشه توسط نمایندگان اون در وین با نمایندگان دیگه انجام میشه، حال روسیه رو میگم. چیز زیادی نمیمونه که اینجا بخواد مطرح بشه بین یک کسی مثل رئیسی و پوتین. خامنه ای خودش مذاکره و یادتون هست چند روز پیش اومد گفت مذاکره و تعامل با امریکا و غرب رو تو صحبت‌های علنیش چراغ سبز داد دیگه، اومد گفت که در جواب اون آخوندهای قم که گفته بودن وقتی رئیسی میره پیش آخوندهای قم اونا از ترس مردم هی میگن بابا برو مسئله معیشت مردم رو حل کن و اشاره میکنن که برو تحریم ها رو یه جوری وردار که معیشت مردم حل بشه. بعدم تکرار میکردن، گوشزد میکردن به رئیسی آقا جو تو اومدی اینجا ما داریم بهت میگیم مردم تو خیابونن پدر ما رو در آوردن از صبح تا شب، ما از ترس اینا خواب نداریم، برو یه فکری برای اونا بکن. و محورش هم گذاشتن رفع تحریم ها، اینو گفته بود. حالا خامنه ای اومده به اونا جواب بده، وسطش میگه که خب حالا ما بریم صحبت کنیم، مذاکره کنیم، تعامل کنیم با دیگران یه چیزی، ولی تسلیمشون نمیشیم. اینم همون روش آخوندی کمیشه، تسلیم نمیشیم اما همه تعامل رو مثل که مثلا مذاکره و تعامل فکر، یعنی اینجوری میخواد بگید مثل اینکه رژیم به میل خودش اومده پای میز، درسته؟ خب ما میدونیم با پس گردنی آوردنش پای میز، بله. اینقدر فشار آوردن بهش همه یک دست، غرب همش یک دست، از امریکا و اروپا یک دست بهش فشار آوردن شدید، یادتون میاد دیگه، همه تضاداشون رو کنار گذاشتن فشار آوردن تا اینو کشوندن سر میز. پس به عنوان چیز ختم جواب، این سفر به خودی خودش نمیتونه نه در روند مذاکرات تأثیری داشته باشه نه حاوی پیام یا موضوع جدیدی بوده باشه که به این مذاکرات بشه ربطش داد. خیلی ممنون از وقتتون آقای پاکنژاد و توضیحات مفیدی که فرمودید. براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم و سرنگون شدن حکومت آخوندها. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید، براتون موفقیت و پیروزی آرزو دارم. جسم ناقص بمب اتم نداره نداره نداره، کره خر ولایت پالون و دم نداره نداره نداره، حالی واسش نمونده برجامشم سرابه، داد میزنه امام جون کل نظام رو آره.